برای اولین بار از هجوم به ساختمان کانگرس ایالات متحده و تاریخ ششم جنوری یکی از ارشدترین مقامهای امنیتی ایالات متحده دیروز به قانونگزاران امریکایی گفت که این حمله تروریسم داخلی بود حمله ای که بخش زیادی از آن توسط گروه های طرفدار تفوق طلبی سفید پستان تحریک شد که بیانگر تهدید جدی در ایالات متحده است آن هجوم بزرگترین بخش از قضایای مربوط به افرادگرایی نژادی در این کشور بوده است. در مجموع آن هجوم بزرگترین بخش از دوسیه های تروریسم داخلی ما را تشکیل می دهد و کشنده ترین آن تا یک دهه گذشته که از این افرادگرایان به ثبت رسیده است. در اولین گواهیدهی خود پس از واقعه ششم جنوری آقای ری گفت که آشوبگران شامل گروه های مختلفه می شدند که از تفوق طلبی سفید پستان و خشونت های شبه نظامی حمایت می او همچنان افزود که هیچ مدرکی در خصوص اینکه این حجوم کار معترضین دروغین ترامپ یا معترضین چپگرا که خود را بر جای معترضین طرفدار ترامپ جا زده بودند وجود ندارد. ما بر مبنای فرصت های برابر راجع به افرادگرایی خشونت آمیز در هر نوع طرز فکری تحقیق می ما به هیچ مدرک بر نخورده ایم که نشان دهنده این باشد که رابطه به رویداد ششم جنوری افرادگرایان طرفدار خشونت و یا گروه های آشوب طلب و یا افراد که خود را وابسته به انتفا میدانند نقش داشته باشند. این به با این معنا نیست که ما در زمینه تحقیق نمیکنیم ما به بررسی های خود ادامه می اما در حال حاضر ما هیچ شواهد و مدرک در این باره ندیده ایم. آقای ری افزود که تاکنون بیش از 270 نفر به دلیل نقش داشتن در آن حمله متهم اند و تحقیقات اف در حال گسترش است. هر روز افراد بیشتر شناسایی و متهم می شوند و صرف نظر از این که چی تعداد نفر را در بر می گیرد بی آی این موضوع را دقیق بررسی خواهد کرد. بسیاری از جمهوری خواهان می گویند که تروریسم داخلی تهدید برابر و یا فراتر از افرادگرایان چپگرا مانند انتیفا است. آنان به آتش زدن محکمه فدرال در پورتلند در ایالت اورگان که سال گذشته اتفاق افتاد اشاره می کنند. Year... تا سال گذشته ما شاهد آشوبگری های گسترده ی افرادگرایان بودیم که بیشتر آنان نیز افرادگرایان چپگرا هستند که به جاده های سرتاسر کشور برآمدند اما دموکرات ها با این نظر مخالفند و میگویند که به قانونی در برخی از اعتراضات برابری نژادی در مقایسه با خشونت گرایی طرفداران تفوق طلبان سفید پوست بسیار کم رنگ است. این معادل اقدام خشونت برای معکوس کردن نتیجه انتخابات نیست و نه هم با گلولباری ها با هدف قرار دادن اجتماعات اقلیت ها برابر است. این معادل سازی کاذب یک توهین به منصوبین شجای پلیس ماست که در ششم جنوری زخمی شده یا جان خود را از دست دادند. در جلسه استماعه هفته گذشته در مجلس نمایندگان مقام های امنیتی کنگرس فاش ساختند که هیچ هشدار در تاریخ پنجم جنوری از سوی اف در خصوص احتمال بروز خشونت دریافت نکردند رئیس اف بی آی از نظر دادن درباره اینکه اقدامات احتیاطی امنیتی چگونه می توانست با دریافت چنین هشدار مواضه با اوضا باشد خودداری کرد you know, I, I really مذاکرات برای ایجاد یک کمیته که درباره آن حمله تحقیق کند و پیشنهادات را جهت اقدامات احتیاطی امنیتی ارائه کند متوقف شده است زیرا نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده در تلاش است تا دموکرات های بیشتر نسبت به جمهوری خواهان در این گروه حضور داشته باشند یلدا بکتاش تلویزیون آشنا صدای آمریکا واشنگتن